اشکان صفایی همکارم از اورشلیم همراه ما هست. اشکانی، صحبت های چارلز براون رو با هم بررسی بکنیم و دیدارش با مقامات اسرائیل، این که میگه همچنان احتمال انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل وجود داره. درسته پریسا، این صحبت ها رو چارلز براون دیشب بعد از اینکه اسرائیل رو ترک کرد به خبرگزاری رویترز گفته. او گفته بعد از در واقع اون تبادل آتشی که صبح یک شنبه بابناد یک شنبه بین اسرائیل و حزب الله اتفاق افتاد و تمام شد، خطر یک جنگ منطقه‌ای بزرگ تا حدودی کاهش یافته. این دقیقا کلمه‌ای هست که به کار برده. اما در ادامه گفته که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همچنان تهدید میکنه و برنامه ریزی میکنه برای گرفتن انتقام از کشته شدن حسن، کشته شدن اسماعیل هنیه، در نتیجه خطر جنگ منطقه‌ای به طور کامل از بین نرفته و همچنان وجود داره. او گفته که این شکل حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و بعد از اون واکنش اسرائیل به چنین حمله‌ای هست که مشخص میکنه آیا منطقه به سمت یک جنگ تمام عیار بزرگ خواهد رفت یا نه. اما این تنها موضوعی نبوده که در واقع او دربارش صحبت کرده. بر اساس گزارش هایی که هم در واقع به صورت بیانیه وزارت دفاع اسرائیل و ارتش اسرائیل منتشر کردن و هم آنچه رسانه های اسرائیل منتشر کردن، بخش بزرگی از گفتگوهایی که داشتند، حالا بجز این که درباره حزب الله یا حماس صحبت کردن، درباره جمهوری اسلامی ایران بوده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که مقامات اسرائیلی در دیدارهایی که با چارلز براون داشتن، مقامات اسرائیلی، وزیر دفاع و رئیس استاد کل ارتش به صورت مشخص از او خواستند که ایالات متحده به تعهدی که سالهاست داره میده مبنی بر اینکه اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه پایبند باشه، تعهدی که به گفته کانال 12 اسرائیل اگر آمریکا بخواد به اون پایبند باشه، و این چیزی هست که به نظر میاد در گفتگوها هم بهش اشاره شده، ایالات متحده باید یک تهدید جدی نظامی روی میز داشته باشه علیه جمهوری اسلامی و حتی شاید لازم باشه به در واقع به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه. باید گفت که چارلز براون هم خودش در این صحبت‌ها تأکید کرده که همچنان ایالات متحده جنگنده های F-22 خودش رو به منظور بازدارندگی در برابر ایران در منطقه نگه می‌داره. بحث دیگه تنش‌هایی است که از شب گذشته اشکان در کرانه باختری ایجاد شده. چی می‌دونیم بیشتر در این باره؟ خب ما مدام درباره مرزهای شمالی و اسرائیل، جنوبی اسرائیل صحبت می‌کنیم، درباره نوار غزه، درباره آنچه در جنوب لبنان می‌گذره، کمتر به کرانه باختری پرداختیم. اما باید گفت در طول این 11 ماه کرانه باختری هم آنچنان آرام نبوده، هرچند آن چیزی که یحیی سینوار شاید می‌خواست اتفاق نیفتاد، یک در واقع یک انتفاضه، اما در طول همین مدت صدها نفر فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند. بخش اعظم اونها را ارتش اسرائیل میگه شبه نظامیان بودند و ده ها نفر هم اسرائیلی در حملات فلسطینی ها کشته شدند. آنچه دیشب اتفاق افتاده دو اتفاق بوده، یکیش حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان در اردوگاه نورشمس بوده که در نزدیکی طولکرم که ارتش اسرائیل میگه که یک مقر فرماندهی و برنامه ریزی شبه نظامیان بوده. وزارت بهداشت تشکیلات خردگردان فلسطینی گفته که 5 نفر در این حمله کشته شدند. بر اساس فهرست اسامی که منتشر شده، یکی دو نفر از اونها دست کم از شبه نظامیانی بودند که 8 ماه پیش از زندان اسرائیل آزاد شدند، در واقع در معامله تبادل زندانیان فلسطینی با گروگان ها. در یک رخداد دیگه هم فلسطینی ها میگن یک فلسطینی به دست شهرک نشینان اسرائیلی کشته شده. خیلی ممنون از توضیحات اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم همراه ما بود.